اخیراً مسعود بختیاری رئیس سندیکای حکومتی صنایع کنسرو با اشاره به رکود بازار و توقف تولید کنسرو ماهی به گوشه از بحران حاکم بر بازار مواد غذایی ارزون قیمت کشور که غذای پایه مردم زحمت کشه اعتراف کرده و گفته وزن صادرات کنسرو ماهی در سال 1402 نسبت به سال 1401 59% کاهش یافته و ارزش آن در این مدت 55% افت کرده است. از سال گذشته قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش بی‌رویه پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن بالا نیست. حاصل این اتفاقات رکود بازار، توقف تولید و یا تولید با حداقل ظرفیت این محصول بود. بله، اون چه که میشه به نکات این رئیس سندیکا اضافه کرد اینه که گرونی نون، روغن، تخم مرغ، پنیر، گوجه فرنگی و سیب زمینی هم هست که مهمترین اقلام غذایی زحمتکشان و تمامی اقشار کم درآمد جامعه رو تشکیل میدن، رخدادی که مردم رو ناگزیر از کاهش وعده‌های غذایی کرده، اقدامی که نمیتونه چندان دوام بیاره چرا که از حد آستانه تحمل مردم عبور میکنه و پیامدهای اجتماعی وخیمی رو برای رژیم در پی خواهد داشت.